آسمان؟ بله. با این پولا برای خودمون خوردنی های خوشمزه میخریم. آسیونم بخریم مامان، خیلی چیزا بخریم، نوشابه بخریم، تنگ شکلاتی، یه تنگ خیلی بزرگم بخریم، این اندازه ای باشه، خیلی خوب شکلاتی هم باشه. پری داداش میته، آبجی آیلین، آبجی پلین. مامان کار پیدا کردن رو بذاریم برای فردا، خیلی خوب. امروز روز جشنه مینه. باشه عزیزم، قبول، امروز روز جشن باشه. خب خانم معلم، برگشتن به مدرسه چه حسی داره؟ خیلی خوبه، عالیه، انگار از مریضی سختی خلاص شدم یا اینکه از کما بیرون اومدم، دوباره به زندگی برگشتم. برات خیلی خوشحالم. تشکر میکنم. خب میگم رو درخواستم فکر کردی؟ آره فکر کردم. جواب چیه؟ نمیدونم صداد، خیلی اذیتم کردی. ولی بهت گفتم من دیگه تغییر کردم. اینطوری میگی؟ میخوام باهات ازدواج کنم. دیگه ردم نکن. بگو بله. یالله یالله. بگو دیگه، بگو بله، بگو بله. امشب میبرمت بار. نظرت چیه؟ آخه نمیدونم. من میدونم. با هم برقصیم. خیلی خوش میگذره. حرف میزنیم، میرقصیم، از خود بی خود میشی. نظرت چیه؟ باشه امشب. باشه. علی آقا، درخواستتون رو بررسی کردم. واقعا سابقه خوبی دارین و کارهای قابل تقدیری انجام دادین. خیلی ممنونم، لطف دارین. ولی متاسفانه امکان نداره بتونیم با کار شما تو کشتی‌های شرکتمون موافقت کنیم. میتونم دلیلشو بپرسم؟ شما بازنشستگی اجباری دارید، نمیتونید کار کنید. این گزارش دکتره. تو این وضع چطور به شما کار بدیم؟ در مقابل قانون کاری نمیشه کرد. حالا گیرم به شما کارم دادیم، یک کشتیمون رو دست شما سپردیم، خدایی نکرده وسط دریا بلایی سرتون اومد، چی میشه؟ سلامتی شما، سلامتی کشتی، هر دو به خطر میافتن. معذرت میخوام علی آقا، امکان نداره. این ریسک رو نمیتونم قبول کنم. بفرمایید.
بفرمایید. کاری داشتین؟ میخوام آقای مدیر رو ببینم. از قبل وقت گرفتین؟ نه. آقا پس امکانش نیست. شما بهش بگین من اومدم. امروز سرشون شلوغه. شما بگین. لطفاً اصرار نکنی. اصرار میکنم. به مصطفی خان بگم کی اومده. اسمتونو میگین؟ آقای محترم یه اسمی دارید دیگه، اونو بگی. دارم. خب چیه؟ حکمت. فامیلیتون؟ کارجی. اسمم حکمت کارجیه. آقا چرا؟ آقای محترم گفتم که نمیشه تموم شد رفت. آقا تو این پرونده رو بررسی کردی؟ ها؟ به این مدارک نگاه کردی؟ ببین ببین اینجا رو، برگه خدمت نمونه گرفتم، اینجاست، تقدیرنامه گرفتم. ببین ببین تو کانال پاناما یه کشتی گیر کرده بود. خبر کی اونو نجات داد؟ ها؟ من نجاتش دادم، کاپتان علی. ببین حتی اقل یکی رو ببین. ببین تو کانال بیرتل دریا طوفانی شده بود، کشتیش غرق شد. کی نجاتش داد؟ من نجاتش دادم. این کاپتان 32 سالم رو به دریا دادم، شما کجا بودین؟ خدا لعنتتون کنه، آدم نیستین. حکمت خان ببخشید، شما دارین ادعا میکنید که حکمت کارجی هستید، من چطور باور کنم؟ میدونید آقا، من سالهاست شرکت به این بزرگی رو دارم با دستورات نماینده هیئت مدیره اداره میکنم. اون وقت شما الان اومدین. اسم نماینده هیئت مدیره چیه؟ اینو نمیتونم بگم. اگه طبق ادعاتون حکمت کارجی باشین، باید خودتون اسمشو بدونید. لازم نیست. دونستن اسم اون افراد لازم نیست. جسارت نباشه، ولی شما رو هم به همین خاطر نمیشناسم. نماینده یه هیئت مدیره از کی دستور میگیره؟ آفرین آفرین، تو کارت صادقی. به وکیل هیئت مدیره شرکت های کارجی زنگ بزن. سر شلوغه، نمیشه راحت باش تماس گرفت. اگه بهش بگین با دستور حکمت کارجی زنگ زدین، اون وقته که قبول میکنه. این امضا رو به وکیل هیئت مدیره شرکت های کارجی نشون بده. وقتی باور کردی که من حکمت کارجیم، میفهمی که بزرگترین سهامدار این شرکت ها منم. در این صورت برای اجرا نکردن دستورات من هیچ بهانه ای نداری آقای محترم. جمیله آکارسو، آدرسش هم اینجا می نویسم. جمیله آکارسو اینجا زندگی میکنه. بهش تو یکی از کارخونه هامون کار میدی، یکی از کارخونه های نزدیک خونش. سعی کن وقتو اصلا تلف نکنی. چند روز دیگه هم خودم میام ازت خبرشو میگیرم. به نظر آدم کاربلدی میای. اگه میخوای به کارت ادامه بدی، همه ی دستوراتمو اجرا کن. آخه من کسیم که اخراجم کنی؟ ها؟ من بچم؟ آخه من فلجم؟ بدنم سالمه، عقلمم کار میکنه، باهوشم. خدا لعنتتون کنه، چشام من روز میبینه، بدنم سالمه، مغزمم کار میکنه. چرا نمیذاری این کار کنم؟ عوضی ها، عوضی ها، چشی ها بذارین من کار کنم. های آی با شما زری کار کنم.
میکنی؟ باز میکنم عزیزم. اکرام خان، آقا رسول اومدن. بیاد. بفرمایید داخل. بیا رسول، تو میتونی بری. اون در رو ببند دخترم. منو خواسته بودی؟ بیا بشین رسول. یک کاری باهات دارم رسول. واقعا چیه؟ این احمد، همون پسره. آره خب. داره مزاحممون میشه. خیلی زیر دست و پامونه. خب. نباشه. یعنی چی؟ نباشه دیگه. بدون سر و صدا، بدون اینکه کسی بدونه، کلکشو بکن. من تو رو بزرگت کردم که تو خیابونا دعوا کنی. فکر میکنی وظیفت اینه؟ کسای دیگه ای برای انجام این کار هست. اکرام خان، شما فکر کردین من کی هستم؟ فکر کردین ما چی هستیم؟ ما دعوا میکنیم، وقتش که شد جون میدیم، جونم میگیریم. منو بازیچه خودت کردی؟ ما کسی هستیم که به خاطر عشق پسر تو آدم بکشیم؟ ما رو تو یه حساب دیگه میکردیم اکرام خان. اشتباه کردی. رسولو دیدم داشت میرفت، اخماش تو هم بود. حتما یه مشکلی داره، چه میدونم. من اول بودم، چشم زدن، حسودیمو کردن. تو فیلمایی که من بازی میکردم مردم صف میکشیدن. باز این شروع کرد. ببین، رفته بودیم محله بالا، حسن گوش گنده رو که میشتسید زدم شیکمشو سفره کردم. برای این که من تو فیلمشون بازی کنم از هم سبقت میگرفتن. چی شد؟ ببین،
بهش گفتم منو له کردم. چرا؟ تو این کاره نیستی چون که چون آدم درستی هستم. گفتم بچه واسه این که دو دره باز نیستم له هم کردم. به من همشون به من حسودی میکردن. همشونو جمع کردم. فکر کردن میتونن واسه من نقشه بکشن. کسی چش نداشت منو ببینه. حقشونو گذاشتم کف دستشون. خب به خدمتشون رسیدی. تا اونا باشم بفهمن طرفشون کیه. آره داداش. یه نقش مخصوص برای تو دارم. تو دیگه کی هستی؟ یه تهیه کننده. مته تو برو من بعدن میام. این قضیه که تموم شده بود. تموم شد. تو برو من میام. به هم اعتماد کن. سلام. سلام. با مامانت تونستی حرف بزنی؟ کی برای خواستگاری بیایم؟ هنوز حرف نزدم، فرصت نکردم. امشب حرف میزنم. تو برای گفتن این اومدی؟ نه. این کپی توافقنامه‌مونه. وکیلم آماده کرده. بخون و بررسی کن. بعد از اینکه خوندی اگه خواسته چیزی تغییر کنه به من بگو. به خاطر این لازم نبود زحمت بکشی تا اینجا بیای. سلیمانم میتونست بیاره. حالا من آوردم. آره ولی چرا؟ چرا نداره؟ کجا میریم؟ تو رو میرسونم خونه. خونه نمیشه. پس تا نزدیکی های خونه میرسونمت. درست کردم پسرم، برنج آماده است. اندای چی درست میکنی؟ پیاز سرخ میکنم، خورشو با پیاز درست میکنم. بوی پیازی که تو روغن سرخ میشه به من آرامش میده. خیلی ها این بو رو دوست ندارن، ولی این بو نشون میده که اینجا واقعا خونه است. یعنی گاز روشن و غذا داره آماده میشه. وقتی سرمو به مادرم تکیه میدادم، این بو رو که مادرم گرفته بود با جون و دل نفس میکشیدم و بعد بوی زندگی وارد بدنم میشد. اینو وقتی از خونه، مادرم و بچگیم دور موندم فهمیدم. آدم وقتی چیزی رو از دست میده تازه قدر اونو میفهمه. از جایی بهمون پول رسیده. غذاها رو ببین آبجی. مامان چی شده؟ پول ماهی ها رو گرفتم. پول ماهی ها؟ آره. ما مامانم تو ماهی فروشی کار کردیم، ماهی فروختیم، بعد با پولی که از اونجا دروردیم این رو گرفتیم. تازه منم پول دروردم. آره ما رو عثمان با هم کار کردیم این پولا رو دروردیم. بله. <تص->
وای بابام. آیلین، 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 دور بزن، دور بزن، دور بزن داداش. سوار تاکسی شد که تعقیبمون کنه. اون ماشین رو تعقیب کن. الان چی کار کنم؟ بدون اینکه گوش کنه دعوا میکنه. نگران نباش، تا خونه میرسونمت. آره، اینجوری خیلی بهتره. چه بویی را افتاده، وای دلم داره زعف میره ماما. وایسا، اونجا چی کار میکردی؟ خدا بلم کن، چی کار میکردی؟ بهش اومد چی کار میکردی؟ چی کار میکردی؟ آقای محترم دارین اشتباه میکنین. تو دخالت نکن، فهمیدی؟ چی شده؟ خدا کمکم کن، کمکم کن. چی شده؟ آقای شبا میکنین؟ میگم دخالت نکن. علی میگم اشتباه برداشت کردین آقای محترم. چی کار کنم مامان؟ برم؟ تو دخالت نکن، علی، علی، علی. خواهش میکنم، آروم باشین، آیلین همه چی رو توضیح میده. علی، بسه، بسه، بلش کن. خجالت میکشی؟ تو با دختر من چی کار داری؟ آیلین این کیه؟ تو ماشین چی کار میکردی؟ علی، اصلا تو کی هستی؟ تو کی برای من پدری کردی؟ تو منو تو خونت را ندادی؟ اینو یادت رفته؟ هرچی باشه من باباتم. علی، علی، بهت نشون میدم. علی، برگرد، برو. پس بذار یه خبری بهت بدم بابا. من دارم ازدواج میکنم. چی داری میگی دخترم؟ آره، ازدواج میکنم. ازدواج میکنی؟ آیلی، دخترم این مرد همسن من دیوونه شدی؟ کی اینو میگه؟ زن تو هم همسن دخترته بابا. من تو رو میکشم، میکشمت. اجازه نمیدم، بدون اجازه من نمیتونی ازدواج کنی، نمیتونی دخترمو بگیری. من تو رو میکشم به وقتی که که میخوام تنش بشم سونه نیست. سونر نیست؟ کسی که میخوای باشه ازدواج کنی این مرد نیست؟ کسی که خواستگار آیلینه برادر منه. چرا اینو به هم نگفتی دخترم؟ مامان دیروز میخواستم بهت بگم ولی تو خسته بودی. فردا شب اگه اجازه بدین برای این کار خیر مزاحمتون میشیم. مزاحم نیستین، میتونین بیاین. چی کار کنیم جمیله؟ واسه خواستگاری دخترت میان. فهمیدم، فردا میام.
بیا تو با هم حرف بزنیم. زود باش بیا. این آیلین با سونر دوست نبود؟ داداشش از کجا پیدا شدی و؟ داداش سونر اصلا نمیفهمم. مامان بزرگ به من میگه دیوونه، دیوونه اصلی آیلینه. با عجله میشه ازدواج کرد؟ چرا اینجوری شد؟ چرا عجله داری؟ تو از کجا این پسر رو میشناسی؟ چند سالشه؟ وایسا مامان، یکی یکی بپرس. مگه تو با همین سونر دوست نبودی؟ راستشو بگو دختر. آره ولی نه اونجوری که تو فکر میکنی. پس چجوری؟ من و سونر هیچ رابطه ای نداریم. اون پسری که تو رو میخواد چند سالشه؟ یه سال از من بزرگتره. خب هر دوتاتون بچه ای. مامان تو وقتی با بابام ازدواج کردی چند سالت بود؟ اون قدیما بود، زمان ما اونجوری بود. خب حالا صبر کن، با هم دیگه حرف میزنیم. باید دربارش فکر کنم. آیلین بیا عزیزم، غذا حاضره. باشه میام. نون دارم نون خوشمزه. داداش علی. سلام علی. سلام. کجا میرین؟ داریم میریم مهمونی کارمندای گمرک. تو از کجا میای؟ من از خونه جمیله میام. خیر باشه داداش علی. خیره. برای خواستگاری آیلین میان. داشتیم در مورد اون حرف میزدیم. کی برای خواستگاری میاد؟ آشناست؟ نه، شما نمیشناسین. اسمش چیه عمو؟ شاید من بشناسمش. والا منم نمیدونم. یه آدم ثروتمندیه که ماشین گرون قیمت داره. ببینیم چی میشه. فعلا. نمیشناسین؟ من اونو قبل از تو شناختم. بالاخره این دختر کار خودشو کرد. من فهمیده بودم. اون شب جلوی خونه ما بغلش کرده بود. جلو چش همه این کارو کرد. این ازدواج آخر عاقبت نداره. تا امروز رفته دنبال کار علی؟ گشتم. پیدا کردی؟ پیدا نکردم. ناراحت نشو. بالاخره پیدا میشه. اشکال نداره. آیلین اعصابمو خورد کرده کارولین. چرا؟ چی شده؟ یکی میخواد با آیلین ازدواج کنه. آیلین همونو میخواد. ولی آیلین که کوچیکه. نره. فردا واسه خواستگاری میان. خواستگاری چیه؟ کی؟ از رسم و رسومای ما هسته نمیفهمی. خب تو یه قهوه درست کن بخوریم. قهوه ترک؟ قهوه ترک کرم. باشه. اومده اینجا. برو. چرا باید از اینجا برم؟ من همین الان رسیدم. کارولین.
اکبر، خوش اومدی. کارولینم قهوه درست کرده، بیا قهوه بخوریم. بیا بیا، تعارف نکن. چرا هیچ کس غذا نمیخوره؟ این غذاهای من و مامانم درست کردیم، برای خریدن اینا منم پول درآوردم، بخوریم دیگه. میخوریم پسرم. هیچی از حرف نمیزنه، هیچی از هم نمیخنده. قلقلکتون میدم، بخندین زود باش، گیلی گیلی بخند مامان، بخند مامان، گیلی 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 گیلی. شیطون، خیلی خوشگل شدی. ممنونم. با تو بودن و پیش تو بودن خیلی حس خوبیه. بگو ببینم، تو این حس رو نداری؟ صدات میخوام حس کنم، باور کن میخوام. چی مانعت میشه؟ نمیدونم. زود باش، برست دیگه. من بلد نیستم صدات، واقعا میگم. زود باش، خودم یادت میدم. من میخوام بشینم، لطفا ناراحت نشو. باشه عزیزم، بریم بشینم. وقت ناراحت نشی، من این رقص بلد نیستم. اشکال نداره عزیزم، خودم بعدم بهت یاد میدم. واقعا؟ آره، بعد از اینکه ازدواج کردی. گفتی بعد ازدواج؟ آره. اینجا با من ازدواج میکنی؟ دوستت دارم، میخوام با هم ازدواج کنی. با من ازدواج میکنی؟ باباکو، من خوشبخت‌ترین مرد دنیا. عزیزم داری گریه میکنی؟ داری گریه میکنم.
اینا عشق خوشحالیه. کارولین، انگار تو فامیل شما داماد خارجی مچه داره. اکبر، داشتی از اینجا رد میشدی یا هدفت اینجا بود؟ کنجکاو شدم. در اصل این نزدیکی ها یه کاری داشتم، گفتم یه سریم به شما بزنم. چه کاری؟ سرمایه گذاری، میخواستم تو استانبول یه کاری شروع کنم. منم دوبال کار میگردم ولی پیدا نمیکنم. اکبر، این همه سال کار کردم، الان نمیشه تو خونه بشینم، خیلی برام سخته. تو میخوای چی کار کنی ها؟ کار خورد و خوراک یا کار تفریحی، شایدم یه رستوران یا کازینو باز کنم. هنوز تصمیم قطعی نگرفتم. خوبه. اگه حقیقتشو بخواین، یه کشتی هست، یه کشتی خیلی بزرگ. کشتی؟ ولی در حقیقت یه رستورانه، میفهمی؟ رستوران. صاحبش دستش تنگه، میخوام اون کشتی رو بخرم. قشنگ بازسازیش میکنم. شایدم شبا ارکست آوردم که اونجا برنامه اجرا کنن. مشتری در حال گشت و گذار غذا میخورن. یعنی یه رستوران و یه کازینوی شناور. خوبه، خیلی خوبه. مگه نه کارولین؟ خوب نیست؟ تا برای که خوب باشه. فقط یه مشکلی هست، این کار پول زیادی میخواد، منم سرمایم کمه. علی، تنهایی نمیتونم همچین کاری بکنم، باید حتما یه شریک پیدا کنم. پس باید یه شریک پیدا کنیم. ولی آدم مورد اعتماد سخت پیدا میشه، اینجا استانبوله، سرم کلا میذارن. تو استانبولم اصلا آشنایی ندارم. اکبر، به خدا اگه پول داشتم چشم بسته باهات همکاری میکردم، با هم خوب کار میکردیم. کازینو تو دریا چه حالی میشه مگه نه؟ ها؟ علی، وای، کازینو تو دریا، همونی که میخوام، از دریام دور نمیشدم کارش. با تو کار میکنیم. با هم کار کنیم، ولی اکبر من پول ندارم. چطور کار کنیم؟ اگه داشتم زود قبول میکردم، مطمئن باش. چطور میخوای کار کنی؟ تو از این کار سر در میاری؟ تجارت بلدی؟ چیزی نیست، فقط سرمایه میخواد. اول آخرش هم سرمایه و پوله که اونم من ندارم. نیست دیگه، چی کار کنیم؟ میتونین از بانک وام بگیرین. تو نمیتونی؟ میشه کارولین؟ من الان نمیدونم علی. خب تو کاپیتانی، تو کار خودتو بلدی، اون بهتر نیست؟ وایسا کارولین، زود عقب نکش، تو کارمند بانکی، این کارا رو خوب بلدی. ببینم علی، نمیتونه از بانک شما وام بگیره؟ علی تو در موردش فکر کن. ببینم اصلا میخوای فردا یه قراری میذاریم که اون کشتیه رو بهت نشون بدم، خیلی قشنگه، حیف از دستش بدیم علی. خب دیگه با اجازتون. باشه میبینیم. علی زیاد عجله نکن، اول کشتی رو ببینیم بعد تصمیم بگیریم. باشه میبینیمش. خیلی خوب، قرارمونو بذاریم برای فردا، ولی به چشم کاپیتانی بهش نگاه کن. باشه تا فردا. به خدا میسپارمتون. به سلامت. به امید دیدار. شب بخیر. با اکبر کار نمی کنی علی، هیچ وقت.
آیلین. دخترم این وقت شب چی کار داری میکنی؟ تشنم شد. خب آب بخور. میخورم. شب بخیر. شب بخیر. دست درد نکنه. نوش جونت. مامان آشغالای دیشب چی شد؟ آشغال دیشب رو میخوای چی کار؟ کاری ندارم، همینجوری پرسیدم. مته زود باش بیا بریم، دیر شد. دو دقیقه وایسا. روز بخیر. بفرمایید. شما جمیل خانم هستین؟ بله منم. من از شرکت بافندگی کارجی خدمت رسیدم. مصطفی خان مدیر شرکت میخوان امروز شما رو ببینن. منو؟ مگه شما جمیل خانم نیستین؟ خودمم. بله شما رو. چرا؟ فکر میکنم در مورد کار باشه. کجا ببینمشون؟ تو دفتر شرکت. آدرسش کجاست؟ بفرمایید. این کارت مصطفی خانه، آدرسش اونجا نوشته شده. روز بخیر. روز بخیر. یعنی برم؟ اگه میخوای برو. چه میدونم، میترسم. خدا میدونه کیه، من از کجا میشناسه. خیلی خوب میشد اگه یه کاری بود. من یه ساعت وقت دارم مامان، اگه میخوای با هم بریم. گسمانم میبریم. خیلی خوب میشه اگه با هم دیگه بریم. تو هم میری بیرون؟ میرم. کجا؟ با اکبر قرار دارم، کشتی رو میخوام ببینم. نه رو علی، با اکبر کار نکن. یعنی چی؟ تو چه مشکلی با اکبر داری؟ مگه فامیلتون نیست؟ فامیلمه، اما تو اونو نمیشناسی. چه ربطی به شناخت داره؟ هنوز چیزی نشده که. یعنی چی؟ تو به من نمیگفتی کار پیدا کن؟ رفتم گشتم، گفتن یه کاپیتان به درد نخورم، همین. چه کار کنم؟ خونه بشینم ظرف شورم؟
من میرم. رو میزم جمع کن لطفاً. چیه؟ ببین کار اشتباهی نکن باشه؟ خیلی خوب باشه. پناه بر خدا. قبلنم بهتون گفتم برای اجناسی که از ازمیر میاد پول حمل نمیدیم. بله همیشه با کامیون حمل میشن. خداحافظ. بفرمایین با کی کار داشتین؟ من جمیله هستم. مصطفی خان میخواستن منو ببینن. جمیله آکارسو؟ آکارسو فامیلی قبلیم بود. الان کارابوا هستم. کارابوا؟ جمیله خانم اومدن. باشه بفرستش تو. چشم. مصطفی خان منتظرتونم. بفرمایین. بفرمایید داخل. خوش اومدین جمیله خانم. ممنونم. بفرمایید بشینید. دخترم پلین، پسرم عثمان. خوشبختم. حتما میخواییم بدونید برای چی شما رو خواستم. بله. برای تولیدی جدیدمون دنبال کارگرای زن میگردیم. چون این تولیدی نزدیک خونه شماست، از اون طرف ها دنبال کارگر میگردیم. به خاطر همین مزاحم شما شدم. میخواییم تو این تولیدی کار کنی؟ میخوام ولی من تا حالا تجربه همچین کاری رو نداشتم. مهم نیست. افراد ماهری اونجا هستن که تو زمان کم به شما و افرادی مثل شما کار یاد میدن. حالا چی میگین؟ برای این کار منو علی به شما معرفی کرد؟ چی؟ علی آکارسو. نه یه نفر دیگه. کی؟ حکمت کارجی. حکمت کارجی. یعنی حکمت کارجی صاحب اینجاست؟ کیه؟ من از کجا میشناسم؟ هر کی که از خدا ازش راضی باشه. به نظر میاد کار خوبیه. خوب شد نه؟ کار جدید پیدا کردیم؟ پیدا کردیم پسرم. مبارک مامان جون. ایشالله همه چی خوب میشه. ایشالله. من دیگه برم دانشگاه. باشه. ممنونم اومدی دخترم. این چه حرفیه مامان جون. خدافظ مامان جون. خدافظ عزیزم. خدافظ آبجی پلین. عثمان.
چطوره؟ قشنگه. خوش اومدین. بریم توشم ببینیم. خوش اومدین. سلام. ممنون رنان خان. خوش اومدین. علی آقا شریک جدید من هستن. امیدوارم خیر باشه. کشتیتون قشنگه. آره کشتی قشنگیه. قشنگه. نوناوره. پول نیاز داشتم وگرنه نمیفروختمش. بیاین توشم ببینی. بفرمایید از این طرف. بیا بریم توشم ببینیم. الان توش یه خورده در هم بر همه. خیلی وقت بهش نرسیدم. اگه بهش برسین مثل روز اولش میشه. مثل دست گله. اینجا رو ببین. یه ارکستر میاریم اینجا که موسیقی جاز بزنه. بعضی شبا مهمونی میدیم. شبا کشتی خیلی قشنگ میشه. اون دهنه رو ببین. کجای دنیا این زیبایی هست ها؟ والا من همه جای دنیا رو گشتم زیباتر از این دهنه هیچ جا ندیدم. نیست کاپیتان علی نیست. این دهنه اگه دست اروپایی یا امریکایی بود ازش پول در می آوردن. آدم به ذهنش نمیرسه. یه طرف خشکی، یه طرف دریا، یه طرف اروپا، یه طرفم آسیا. دیگه چی میخوای؟ مگه از این بهترم میشه؟ باشه. با کارولین در مورد اون وام حرف بزنیم باشه؟ حتما حرف بزنیم. اصلا اگه خواستی امشب میام که حرف بزنیم. باشه بیا. منتظرتم. خیلی خوشحال شدم. به سلامت. به سلامت. چقدر دوستش داری؟ به تو ربطی نداره. اینقدر دوستش داری که به نفع اون کنار بکشی؟ سلام. سلام. چی شده مته؟ قهری؟ نه. برای چی باید قهر باشم؟ نکنه منو چون با نام زدم دیدی ناراحت شدی؟ نامزد کردی؟ آره. حالا دیده باشم چی میشه؟ این که الان تو چه مشکلی داری و نمیدونم، ولی اگه منو با نام زدم دیدی و این تو رو اذیت میکنه، برای من یه چیزی مشخص میشه. فقط یه چیزی رو میفهمم. چی مشخص میشه؟ این که من اشتباه خیلی بزرگی کردم. نام زدیتونو میگی؟ اونو نمیدونم، زمان معلومش میکنه. ولی اگه بدونم با احساسات یه دانش آموز بازی کردم، خودمو اصلا نمی بخشم. شما اشتباه نکردی. ازت ممنونم.
حتما انگشترمون دستتون کرده. نامزدتون نه؟ آره. قشنگه. کی عروسی میکنی؟ به زودی. امیدوارم خوشبخت بشی. الان تو بگو ببینم تو چقدر احمد رو دوست داری؟ بگو ببینم به خاطر دل اون میتونی از جونت بگذری؟ بلین تو اینجا چی کار میکنی؟ چته؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ چی میخوای بگی چنگیز؟ میخوام بگم تو اینجا چی کار میکنی؟ توضیح بده. از ذهن تو چی داره میگذره؟ میخوای بگی امینه رو من دست پلیسا دادم؟ اینو میخوای به هم بگی؟ اینجا چی کار داری پلین؟ خیلی خوب چنگیز، آروم باش. من آرومم. امینه رو پلیس برد، ندیدی؟ باید توضیح بدی، فهمیدی؟ به نظرم تو یه دیوونه ای. احمد، احمد، باید به فکر امینه باشی. راست میگی. تو باز اینجا چی کار میکنی؟ آه، اومدی نسازی ها. آخه کی با فامیلش اینطوری حرف میزنه؟ علی خونه نیست، زود از اینجا برو. اگرم نیست، بالاخره که میاد. حرفای مهمی قراره بزنیم، خودش به من گفت بیام. اگه نمونم ناراحت میشه. میشه منو راحت بذاری؟ آره؟ اینقدر کشش نده، خفه شو. خستم، حرف اضافه نزن. یواش بسرم، یواش. بذار اینجا، بذار همینجا. خوبه.
من خسته شدم. برو پسرم، برو لباساتو بپوش، الان دیگه میان. خوش اومدی. سلام جمیل، اینه رو بگیر. بیا تو. عثمان پسرم، بیا بغلت کنم. بیا بیا پسرم. عثمان بابام اومد تو سالن نشسته. اون دیگه واسه چی پشاده اومده؟ مثلا بابامونه دیگه. به جمع مخالفین خوش اومدی. ای بابا دست بردار. بابام اومده تو سالنه. باشه بداشی.
بفرمایید، خوش اومدید. از لطفتون ممنونم. ممنون. بفرمایید. بفرمایید، بشینید. خوش اومدید. خیلی ممنون. خوش اومدی. ازتون ممنونم. چه خبر؟ سلامتی؟ تو چه خبر؟ منم سلامتی. خوش اومدی سونر. خیلی ممنون الین. کتتو بده به من. سلام. سلام. برادرم مراد. خوش اومدی مراد. ممنون ایلی. گلا رو بده به من. متشکرم. خوش اومدی مراد. خیلی ممنون. من میرم مامانم رو صدا کنم. بفرمایین بشینین. بفرمایین. مامان مهمونا اومدن. باشو بیا دیگه. خوش اومدید. خیلی ممنون. نوشه جان. مراد و آیلین با هم آشنا شدن. از هم خوششون اومده. اگه شما هم اجازه بدین میخواییم دخترتون آیلینو برای برادرم ازتون خواستگاری کنیم.
سونر خان میدونین این چیزا به سرنوشت بستگی داره، ما هم باید فکر کنیم، اما میخوام شما رو بیشتر بشناسم. مثلا مادر و پدرتون نیستن، میشه بگین دلیلش چیه؟ مادر و پدرمون عمرشون رو دادن به شما، سالها پیش اونا رو از دست دادیم. خدا رحمتشون کنه. ببخشید، نمیدونستم که فوت شدن. مراد به جز من کسی رو نداره. مراد خان شغلشون چیه؟ چند تا شرکت داریم. شرکت تلاشغلی هم برای ماست. شرکت تلاشغلی مال شماست؟ بله مال ماست. جالبه، من با کشتی شما کار کردم. جالبه. خب مراد خان تو شرکت کار میکنن؟ یعنی منظورم اینه که میرن شرکت و میان؟ مراد چند وقتیه که نمیتونه کار کنه، یکم مریضه، ولی یکی از سهامدارای بزرگ شرکته. امیدوارم مراد پسرمون خیلی زود خوب شه. جمیله تو چی میگی عزیزم؟ قسمت چی باشه؟ فکر میکنی؟ بله همینجوره. اگه اینطوره پس ما میریم. از آشناییتون خیلی خوشبختم، منتظر جوابتون هستم. شما یکم دیگه میمونین سونر خان؟ شما برین سلیمان، منم میام. بشینید. عثمان جون، تو یه ظرف شیرینی بردار برو تو اتاقت. بگیر. جمیله اینا چیه؟ میتونم ببینم؟ یه توافق نامه بین آیلین و سونر خان. توافق نامه ای که طبق اون به آیلین املاک و پول میرسه. تنها چیزی که مهمه اینه که برای رسیدن این املاک به آیلین باید همسر آینده ی آیلین فوت کنه و آیلین هم تنها اون موقع میتونه به املاک و پول دست پیدا کنه. مامان اینا رو از کجا پیدا کردی؟ از آشغاله دیشه. توضیح بدین. تو خیلی بدی مامان، تو خیلی بدی. نه به اندازه تو سونر خان.
هر ازدواج یه توافقه و همونطور که میدونید هر توافقنامه بر حسب داشته های طرفین چیده میشه. مراد آیلینو خیلی دوست داره و میخواد با اون ازدواج کنه. من به خاطر اون این توافقنامه رو امضا کردم. حرف دیگه ای هم برای گفتن ندارم. برادرتون از این توافقنامه خبر داره؟ نه. اگه میدونست چی میگفت؟ یکم پیش خودش اینجا بود. شما اگه میخواستین که جواب سوالتون رو بگیرین باید از خودش میپرسیدین، ولی نپرسیدین. نتونستم. پس خوب میفهمین که من چرا نتونستم بهش بگم. میفهمم، ولی این دلیل موجهی نیست. من به هیچ وجه اجازه نمیدم دخترم اینجوری ازدواج کنه. تو آمریکا و اروپا بین زن و شوهرها این توافقنامه یه چیز عادیه. چیز بدی نیست. چیز بدی نیست. یعنی اینجور توافقنامه نوشته میشه. نوشته میشه. تو عقل تو از دست دادی؟ اون نوشته ها رو نمیبینی؟ دختر تو جنس فروشیه؟ مامان تو چی داری میگی؟ تو خفه شو. خفه شو. نمیدونی خودتو به چه روزی داری میندازی؟ اینجوری ازدواج میکنن؟ اینجا گوسفند فروشیه؟ تو داری همه اینا رو به خاطر مریضی مراد میگی؟ نه خیر، مریضی گناه نیست، جرم نیست، عیب نیست. اگه تو مراد رو واقعا دوست داشته باشی بیای بگی مامان من مراد رو دوست دارم، عاشقشم، میخوام باهاش ازدواج کنم. هر چی بگی همه چیزو قبول میکنم، من حتی کمکت میکنم. عشق اونقدر بزرگه که نمیشه با پول مبادلش کرد. ارزش دو نفری که همدیگر رو دوست دارن با عشقشون به هم معلوم میشه. ولی تو برای عشقت پول تعیین کردی. 1,000,000 لیر یا یه ویلا. احمق، احمق. تو اون ویلا تو تخت خواب سرد موقع خوابیدن پولاتو بغل میکنی ببینم گرمت میکنن؟ گرمت نمیکنن. اون موقع دنبال عشق دیگه ای میگردی، خودتو تباه میکنی، پشیمون میشی. پشیمون میشی دخترم. بله، من به ازدواجی که باعث پشیمونی بشه اصلا تن در نمیدم. بفهم چی دارم میگم. وظیفه پدری تموم شد، برو به سلامت. خب بگو ببینم چه نقشه هایی تو سرت داری ها؟ کارولین یه کلمه دیگه بشنوم خفت میکنم. تو دیوونه ای؟ آره خوب فهمیدی، من دیوونم. ولم کن منو. انگار من نمیدونم تو چه کاره ای. ابلیف می من برای من ندار خون در نیاد. وزی ولم کن.
چیه؟ قدیما خوشت می اومد. خوش اومدی. ممنونم. اکبر اومده. کجاست؟ وای کاپتان علی، کجا بودی؟ هم دعوت میکنی هم خونه نیستی؟ منو ببخش، یه کار عجله‌ای داشتم. مهم نیست، کارولین ازم پذیرایی کرد. بیا بریم یکم حرف بزنیم. بیا.